اجلاس رسمی کنگره ایالات متحده، سخنرانی قاضی تدپو رئیس زیرکمیته تروریسم. 7 گروگان روبوده شده از اشرف هنوز در عراق هستند. دولت آمریکا باید هر آنچه که در توان دارد برای آزادی آنها به کار گیرد. برای همه روشن شده است دولت عراق نمیتواند مورد اعتماد قرار گیرد که حفاظت این پناهندگان را تأمین خواهد کرد. House be in order. Chair lays before the House a communication from the speaker. آقای رئیس، همه چیز در دنیا خوب پیش نمی رود. در قرن 21 هنوز باید جنگ علیه آنهایی که کمر به کشتن بیگناهان بستند ادامه یابد. گناه این مردم چیست که فقط می خواهند به حال خودشان گذاشته شوند تا چنان که می خواهند زندگی کنند؟ در اولین ساعات اولیه روز اول سپتامبر، افراد مسلح عراقی به کمپ اشرف حمله کردند. کمپ اشرف کمپیست در داخل عراق که گروه مخالفان رژیم ایران از زمانی که رژیم ایران کمر به کشتار آنها بست در آنجا مستقر شده بودند. ولی 2 سال پیش اکثر ساکنان که 3000 نفر بودند آنجا را ترک کردند و به کمپ دیگری در نزدیکی بغداد منتقل شدند و فقط 100 نفر در این کمپ در زمانی که مورد حمله قرار گرفت به سر می بردند. زمانی که خورشید بالا می آمد، مهاجمان 52 نفر شهروند بی سلاح را کشتند و 7 نفر را گروگان گرفتند. من ویدیو حمله را دیدم. شهروندان بی سلاح در حال پناه بردن به جایی هستند که هدف گلوله قرار نگیرند و افراد مسلح به طور سیستماتیک به آنها شلیک می کنند و آنها را به زمین می اندازند. مهاجمان دنبال صحبت کردن نبودند. آنها تلاش می کردند که بکشند و آنها توانستند کشتار کنند. یک هیئت سازمان ملل از کمپ در روز بعد بازرسی به عمل آورد و تایید کرد که 52 جسد که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و اکثر آنها به سرشان و بالای بدنشان شلیک شده است و چندین نفر هم در حالی که دستانشان بسته بوده کشته شدند. این افراد اعدام شدند در حالی که هیچ عمل خلافی انجام نداده بودند. آنها سلاح نداشتند. آنها هیچ تهدیدی برای کسی نبودند. آنها در خون خود غلتیدند. موضوع به همین جا ختم نمی شود و این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد. علی‌رغم قول‌های مکرر دولت عراق که این افراد در امنیت خواهند بود و حفاظت خواهند شد، از سال 2012 تا به حال 113 عضو آنها در 5 حمله کشته شدند. این باید دیگر تا به حال برای همه روشن شده باشد که دولت عراق نمی تواند مورد اعتماد قرار گیرد که حفاظت این پناهندگان را تأمین خواهد کرد. من چند بار به عراق مسافرت کردم. در آخرین سفرم من از نخست وزیر عراق مالکی خواستم که به من اجازه دهد تا از کمپ اشرف دیدار کنم. او این را رد کرد. به نظرم او می‌خواست چیزی را پنهان کند. آقای رئیس، این 7 گروگان در تاریخ اول سپتامبر روبوده شدند. تا آنجا که ما می‌دانیم آنها هنوز در محلی در عراق هستند. اگر ما این گروگان‌ها را سریع پیدا نکنیم، این قطعی است که آنها در عراق کشته می‌شوند و یا به ایران برده شده و اعدام می‌شوند. دولت ما باید هر آنچه را که در توان دارد برای آزادی آنها به کار گیرد و این روزگار غریبی است.